په افغانستان کې د اسلامي امارات له حاکمیت نه تقریبا دوه میاشتې تیریږي. په دغه دوه میاشتو کې څه ترسره شوي دي، څه باید ترسره شوي وای، نیمګړتیاوې، ښېګڼې او لاسته راوړنې څه دي؟ سلامونه، ستړي مشئ، دا تاوده بحثونه دي او زه شکریه نیازه یمه. په بحث کې راسره میلمانه دي پخوانی ډیپلومات او سیاسي شنونکی ښاغلی عزیز معارج له لندن نه، او د ښځو د حقوقو فعاله میرمن زرغونه ولی له جرمني نه. تاسو دواړه قدرمن میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث ستړي مشئ، په خیر راغلئ. ډیره زیاته مننه معارج صاحب. پیل به له تاسو نه وکړو، تروسه اسلامي امارات سم روان دی؟ ډېره مننه. زه بیا تاسو احتکام کاران ته، ګرانې خور میلمنې ته او قدرمنو لیدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تقریبا د خلکو، عام خلکو د خوشحالۍ سبب دا ده چې یو امن راغلی ده، ګرچې عام خلک پخوا هم داسې یو فقیر حالت درلوده، د دوی حقوق امتیازات په هغه شکل ډول باندې چې بد ورکړ شوی ور نه ورکېدل، د خاصو کسانو جبو غسلونو غلو ته ورتل، نو دوی بیا وزل کېدل او امنیت یې ښه نه و. نو په عامه کچه چې موږ دا تصدیق ګورو، امنیت راغلی ده، د خلکو د عزت او د سر خوندیتوب ته خلک خوشحاله هم دي او راتلونکی ته صرف امیدوار دي. دا چې نور څه حالتونه کېږي، څه ملک ته راځي او څه کېږي، هغه توقع هم چې کېدل له دولتدارۍ د پر طالبان نه، په ډېره خواشنۍ سره تقریبا کارونه ډېر ورو روان دي. موږ فکر کاوه چې یو هفته، دوه هفته، یو میاشت، ځکه خبر اصلي دا ده چې افغانستان نوی هېواد لري، دا یو تاریخ لري. دلته دولت هم نظام یا ستون جوړول هم نوی نه ده. دلته مختلف سیستمونه او دولتداري نظامونه، له امپراتوري نیولې تر شاهي او شاهي مطلقه او شاهي مشروطه او شاهي مطلق الانان او جمهوري او ریاست جمهوري او امیري او هر څه دلته تجربه شوي دي. یعنی نظام، سیستم، اداره، قانون، نظم، هر څه موجود، حتی پرسونل او تشکیلات او هرم د تشکیلاتي هر څه دلته و. صرف یو مدیریت لږ بدل شو، څه مدیران نه وي راغلي. نو بنا دې ته دا اړینه نه وه چې دوه میاشتې تقریبا شاخوا کې د هېواد تولید، د هېواد مثلا پرمختګ چارې، اداري چارې، تنخواوې، زیربنایي سیستم، کاروبار او بیا نو د تروس لا د پرسونل دپاره دا زمینه ده. مثلا سوې د ښځې مثلا په کوم ډول باندې بېرته خپله دنده ته راشي او پوځیان، بلې خواته بیا د موږ ډیپلوماسي یا د وزارت خارجي پالیسي ډېره چپه ورو روانه ده. حتی تر اوسه پورې په زغرنده باندې، تر اوسه پورې د هېواد بهرنی سیاست، کړنګلاره، شرایط مطابق د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو ډیپلوماتیک روابط ایجاد کړي دي. تر اوسه اعلان شوی واده سوی نه چې په نړۍ سره په کومه کچه، په سیمه هېوادو سره، ګاونډیانو سره په کومه سطحه باندې تاسې روابط غواړي، اړیکې ور تر هغه چې هغوی ته وضاحت ورکړل شي، هغوی خپله څېړنه وکړي او بیا موږ په رسمیت پېژندو کې هغوی خپل عمل بالمثل وکړي یا عکس العمل وکړي. که چیرې موږ پېژني درسته ده، که نه پېژني دوی خپل شرایط وړاندې کړي یا خپل دلایل ووایي. که چیرې ستونزه یې تبادل د مکاتبو، تبادل د حیاتو پایو به سره وسي. دغه مسایل ته په کتو سره له ګاونډیانو سره، نړیوالو سره اړیکې جوړول، دننه کار کول. طالبان اوس هم فکر کوي چې افغانستان دارالحرب ده او ټوله پام او پاملرنه نظامي حربي څانګې ته ده. دلته خو اوس دوی دولت دي، باید اوس ادارې ته او سیاست ته به ډېر پام وکړي. دې ته توقع موجوده ده، تاسو په اپوزیسیون نه چې بل دولت موجود ده، ټاکرې هم چې کېږي په نظامي چارو کې کېږي، فعالیت هم چې کېږي په نظامي چارو کېږي. پاملرم آیا دلته بیا شکونه پیدا کړي چې خدای نه خواسته، خدای دې نه کوي، د پردې شا د کوم بل پروګرام را روان ده؟ تاسو دغه وضعیت د فرصت په توګه به چا ته ساته یا دلته داعش مسله راځي، دلته کوم جنګ را روان ده، دلته د چین او روسیې او د نورو هېوادو هېره کش کول دلته مطرح دي؟ تاسو دا ځوانان بېکاره ساتئ او دوی ته تنخانه کې دا خو مرکب کارونه دي. په ښار کې خلک زراعت او څاروي او مال او مادي نه لري چې معیشت زوه مختبوي. یو تنخواه ده، تنخواه چې نه ورکول کېږي دوی نه څه وکړي؟ آیا په لوی لاس دا داعش ته ورلېږئ، داعشان ته جوړوئ، یا مثلا کوم بل پروګرام را روان ده؟ دغو حالاتو ته په کتو سره ملت سره خبرې شریکول، ملت حقایق ویل، دا تحصیل لري مشروعیت د هر نوع نظام، که ټاکنې کېږي، که نظام جوړېږي، تحمیلي و د توپک په زور باندې له ملت نه باید مشورات واسي، ملت سره مشوره وسي. نو دغه حالات په کتو سره، یا مثلا کادرونه، پوه خلک، اهل خلک، د کار خلک باید په ادارو کې وګمارل سي، مسلکي کسانه باید استفاده وسي. د افغانستان د ټولو کور ده، افغانان دي. نو بنا دغه مسایلو ته په کتو سره داسې شکونه خدای نه خصه پیدا کوي.
کار به ډیر په سرعت روانه څومره چې کرو روانېږي همدومره افغانستان نور هم شاته ولیږي. نړۍ نن سبا ډېره پرمختللې ده، ډېر په ټکنالوژي او تخنیک سره عیاره ده. په نړۍ کې دولتونه هم معیاري سوي دي، که نړیوالو حقوقو، نړیوالو اصولو، نړیوال موازینو کنوانسیونه هم معیاري دي. صرف هغوی ته درناوی پکار ده. نور اسلامي هیوادونه لکه سعودي، ایران، اندونیزیا، مصر کولای سي خپل فکري مذهبي رژیم هم وساتي او نړیوالو سره اړیکې هم ولري. آیا طالبان نسي کولای؟ موږ ولې نسي کوی؟ هم منځوي حالات د موږ په ګټه ده. منځوي کېدل همدومره زجر ملت ته ورکول کېږي، همدومره ملت زجر وړي، بل څوک نه وړي. ملت ته زجر ورکول دا یو مسؤلیت ده د دولت چې باید درافه سي. نو ګران دې شیانو ته باید کار وسي، ګاونډیانو سره باید خبرې وسي. بیا بلې خواته چې موږ ګورو یو بل حالت ته، موږ په رسمیت نه پېژني، اما د بهرنیانو سفارتونه فعاله دي، ډیپلوماتیک عمل کوي، ویزا ورکوي، له چارواکو سره کتل کوي. خو دا خو عمل بالمثل ده که چېرې تا نه پېژني په رسمیت، تا سفارت، تا بیرغ ته په خپل هېواد کې د رفا لپاره اجازه نه ورکوي، دای به څنګه ته راځي؟ آیا دا غیر مستقیم پېژندل همدغه د سفارتونو فعال پاتې کېدل دلته په پلازمینه کابل کې، آیا د راتلونکي لپاره به خوشبیني نشي اوسېدلی؟ دا خو همدغه خوشبیني خو ده، دا داسې فکر کېږي چې یعنې دوی د پردې شاته کوم حساب پروګرام لري. ګورې، موږ یو بله خبره ته باید یو دقیق باید متوجه سو. ځینې هېوادونه اعلان کوي په نورو ته وایي چې افغانستان دولت په رسمیت پېژني. اوس ګوره، دغه جی 20 یا جی شل هېوادونه د بریکس ورته وایي، کنه، دغه برازیل او مثلا روسیا او اندونیسیا او چین او ساوت افریقا او اورګان چې وکړی و چې ماسه اوس جی شل ورته وایي یا بریکس. د فرانسې رئیس جمهور یوه اجنډا جوړه کړې په نړۍ غږ کړی چې راسې په واضح توګه شرایط وړاندې کوي د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني. تېره ورځ عمران خان دا خبره کوي او وزیر د خارجې د پاکستان دا خبره کوي چې نړیوال به د افغانستان په رسمیت پېژني. د روسیې ولسمشر هم دا خبره کوي، مار خپلې په رسمیت پېژني. ملل متحد سازمان او نور هېوادونه همدا وایي چې افغانستان مرسته ضرورت لري، دلته ناورین راروان ده. او رښتیا هم د تاسیور په غرب جنوغر کې همدا اوس خوشحالي ده، په غور کې، په هرات کې، په نیمروز کې، په فراه کې همدا اوس اوبه نسه خوشحالي روانه ده. دوی ښه کوي. ما د نړیوال لوی سازمان لکه آکسفام، یونیسف، لایف اید یا مثلا رېډ کراس، همداسې دا څونه میږي، دبلیو اف پي یا سازمان د فوډ پروګرام چې لري، دوی بیا خپله غږ نه کوي، چپ ناست دي. دې خواته بیا دولت هم دا اعلانه نه کوي، نه په ډیپلوماتیکه چارو کې دا غږ پورته کړي چې په رسمیت څنګه ته وپېژنې، په کوم شرایطو، ته په کومه سفر او له چا سره څه غواړې، آیا ستونزه لرې له همسایه هېوادو سره، له ایران سره د اوبو مسله، د پاکستان سره تراټکه پورې خاورې ډیورنډ مسله، او یا نړۍ سره کوم مشکل شرطونه وړاندې کوي که نه، په کومه سطحه، د سفارت په سطحه، د وزیر مختار په سطحه، مستشارت په سطحه، کنسولۍ په سطحه، کمشنرۍ که دفتر ناظر په سطحه رابط غواړې، دغه دریځونه نه ګم معلوم دي. او همداسې د مرستو لپاره هم اعلان نه کوي، مثلا په کومه شرایطو د موږ ته مرستې وسي، کولی څنګه وسي. دې خواته بله ستونزه را روانه ده، بخښنه غواړم وروسته خبره وکړم. دلته په موږ د موږ برېښنا وارداتي ده، برق د موږ وارداتي ده. دلته دولت د برېښنا ریاست اعلان کړي چې زه یو 2.5 میلیونه زه قرضدار یم، او دا هېوادونه که پیسې ونیسي برېښنا قطع کوي، خو صحیح یې ځکه افغانستان هر کال 300 میلیونه پیسې ورکولې. دلته غاصبین، پخواني چارواکي، غله، دوی قرضدار دي، پوروړي دي، د خپل وطن وتلي دي، خو د دوی جایدادونه واخلې، ضبطه کړي، لیلام یې کړي. دا خو مشروع حق ده چې تر هغه پیسې ورسي ملت څه مجبوره ده چې اوس زجر ورکړي، ملت تاوان ورکړي، په دې ژمي کې په ملت باندې ته برق قطع کوي. نو دا خو تاوان به دوی ورکړي، دوی چېرته دي؟ تاوان به موږ ورکړو. دې ته باید تدابیر ونیول سي، دې ته باید کار وسي. وزارتونه پروګرامونه لري، بودیجې لري، انکشافي بودیجه نه مخکې ورته منظور سوې وې. وزارت مالیې نه خو چا پیسې په دې پیمانانو کې غلا کړي. یعنې مثلا پروژې شته، اما کار ورته پکار ده. باید کار وسي، کار روان باید دي، اداري روان، تولید باید شروع سي، امنیت باید تامین سي، تاجرانو ته ګمرکات فعاله دي، صادرات واردات به بېرته باید شروع سي په افغانستان کې، کروندو ته، زراعت زمینات ته باید په سرعت باندې کار وسي. هغه توقو چې کوي هغه نه ده پلی سوی. بله مارد صاحب، د ولس یوه نیوکه هم همدا ده چې دوی ډېر هغه غټ مسایل پرېښي دي، په وړو مسایلو باندې دوی مصروفه دي. هغه د مثال په ډول به زه یوازې دغه د بیرغ مسله را واخلمه چې دغه د بیرغ ښکته کول چې په یو ډول د خلکو د روح او روان سره تړلې مسله به ډېرې د خلکو غبرګونونه را وپارول. تاسو د ولس دغه نیوکه څنګه ارزوئ؟ دوی واقعا په وړو مسایلو باندې بوخت دي، دا لوی مسایل ورنه پاتې، د رسمیت پېژندلې مسلې ته به وروسته راشمه. بیا
ګوره دا یو سیاست په دنیا کې هم داسې ده، انګیج ډیپلوماسي ورته وایي. په دا دنیا کې اوس راوتلې تقریبا دا اوس وو سابقه نه ډېره ده، تقریبا یو 50 کاله شاوخوا کې کېږي. ملت خلک په چې باندې مسؤول ساتل دي، بیا دولت ذات فرصت جوړوي. یو ها د یو ککړه یو جنجالي مسله راوړاندې کړي، پخوا هم د کدي صاحب په وخت کې د افغاني په وخت کې ده، یو د افغان مسله به قضي راوړاندې کړه. ما افغانستم، افغانستم، میشتم، تذکره اخلم نه اخلم، په دروغو به یو مشکل جوړ کړی و، یو څو کسان به پوه کړي وو، یا به یو بله مسله به راوړاندې کړه. پانتون نه منم، دانشګاه منم، یو شی به بنده اخته جوړ کړه. پانتون هم دانشګاه څه مانم؟ یعنی اوس هم دغه مسایل په لوی لاس باندې نه خدای نه خسته زه فکر نه کوم. بیا کېدای شي داسې چې ملت په وړو مسلو ساته، یا د ښځو حقوق، د ښځو حقوق، ولې ښځه بشر نه ده؟ ښځه ولې بل انسانه فرق کوي؟ ودې د تخدس هغه کوم کې خبر دی؟ یتیمان د اطفال او حقوق به جدا اعلان نه، د مردانو به جدا اعلان نه، د پیرانو به زړو به جدا اعلان نه. دا ښځه د حقوق دی نه، ښځه مثلا دغه د زرشاه قانون ته منې په 14 ماده کې راغلي چې په ټول ادبا باندې تعلیم اگر اجازه ده به جاری ده، باید حق ده سویه کی پروردگار په کلام کې طلب العلم فریضه پر کل مسلمین و المسلمات. آیا راست دی خبره ته سید خزه مثلا د کابینه کې خزه لاس خزه وزیر سوی فایده چې ته زیر بنا ته کار وکړه، ته مثلا ټول خلکو ته حقوق امتیازات عین دي ته فکر وکړه، سیستم د دولت ته فکر وکړه. نړۍ نه ته جدا ځوان څه کړه، نړۍ نن سبا یو بل لازم او ملزوم ده، ضرورت دي، شرایط د دنیا هم سره راغلي دي. کته دا ته ضرورت نه لکه ته ضرورت ته نه پرې دي راځي، نه څه ترانزیت دا راغوري تا ته تخله خپل موقعیت ته ترانزیت لانا بل خې استفاده وکړي څه پخوا جمال دي. پروګرامونه باید جوړ کړي، معدن نه لري، کان نه لري، زراعت لري، هر څه لري، دغه نه باید استفاده وکړي، د خلکو نه ترانزیت نه باید استفاده وکړي. مونږ ته راغلي وړو وړو مسلو ته پر د ښځو وزارت نه لاغو کړي، د ښځو وزارت هم کښېنه وو ضرورت چې ده په ټولو دارو ته کې ښځه حق لري مثلا چې مثلا خپل حقوق ترلاسه کړي. جدا وزارت څه معنا ده؟ په دې باید د بیرغ مسله، دغه بیرغ مثلا 100 کاله کې په 1922 کال کې د لویې جرګې د فرمان لخوا نه دا بیرغ تثبیت شوی. هغه دغه وخت فرمان تقنیني چې حقوقي حکم لري تر دې ملت اراده وه، دغه تشریح کوي چې دلته تیاره وه، تا په تیاره وه استعمار وه، سره رنګ یې موږ وینه تویه کړله او شنه زرغونه ازادي واخیستله. بله، مننه مارد صاحب. بیا دغه یوه د خلق دموکراتیک ګوند تغییر ورکړ، یا ولې د نباني په وخت کې شورا نظام تغییر وکړ چې پټۍ ورته سپینه کړله. نور همدغه بیرغ د نادر خان او د ظاهر شاه او ټولو رژیمو کې همدغه بیرغ چېرته ده، ضرورت دی چېرته تغییر ورکړي. افغانستان همدغه بیرغ په هویت دغه ډېر تغییر ورکول ملي و عمومي مسایل ته دنیا ته هم په اعتباره کې د دنیا تقنیني اسناد تغییر کوي. یو ولې یو بیرغ، یو ولې یو نوم، یو بل نوم، یو د هوایي ډګر نوم، یو شاسي، بیا بل شاسي، بیرغ بل شاسي، خلکو ته ستونزې جوړېږي. نو انا سره دي لاس کاله باندې انګريز او کتاب را باسه ته کوی بارا که اوس ته بوتل راوې کوم یو کوم یو مانه مارت سس مننه. بله، باور وکړه ته په ټیپلو کې بیر ته بعد تاسو ته حتما را وګرځو. خانم ولی، میخوایم نظر شما را هم د ایره بته داشته باشم که چقدر تا فعلا امارت اسلامی مسیر درست انتخاب کرده. نخست سلام به هموطنان گرامی، سلام به شما و سلام به دوستان که پشت خط هستن، همچنان سلام به مهمان محترمتان. سوال بسیار ارزنده را طرح کردین و بحث کلان هم داره، ولی وقتی که ما از تغییرات دولت یا حاکمیت طالبان صحبت میکنیم، بیجا نخواهد بود که فرار ننگبار و بدون مسئولیت رئیس جمهور غنی با همدستانش و ایجاد خلای قدرت در افغانستان، آمدن طالبان که در خطهای اول جبهه بودن، اینا داخل کابل شدن، اینا فراموش بکنیم که مقصر حساسی و گیرماندن مردم امروز در چالش هایی که موجود است، مقصر حساسیش رئیس جمهور اشرف غنی هست. و حالا اگر برگردیم به کارهایی که طالبان در این مدت 2 ماه چی کارهایی را انجام دادن، اگر ما تک شماری کنیم شاید لستش دراز باشه، ولی ما نظر ماهی است که طالبان نتونستن که حکومت دلخواه مردم که تامین صلح و ثبات وعده کرده بودن اینا این نظام تامین بکنن، به عوض از او تامین دموکراسی را، به عوض تامین دموکراسی ملاکراسی را
جابجایی کردند. خشونت علیه زنا، فقر و بیکاری، فرار مردم از افغانستان، بسته شدن و یا مسدود شدن مکاتب ها و دانشگاه ها، بسته شدن بانک ها که به تعداد چند بانک نمایشی که باز است، و حاکمیت شتم و شلاق و تفنگ که ملاها بر گرده های مردم دوباره، آزادی بیان هینا خفه کردن، خبرنگارا را لت کوب کردن و صداهایشان خفه کردن و خبرهای افغانستان یا تلویزیون های افغانستان خواستن تحت سانسور طالبانی قرار بدن. قوی مقننه و پارلمان خو وجود نداره، قوی قضایی خو وجود نداره، قوی اجرایی هم که وجود داره شما میبینین که ملاکراسی و زور تفنگ بالای مردم حاکمیت میکنه. عمران خان خب به جای ملا حسن نوت و پول افغانستان چاپ میکنه، اقتصاد افغانستان و زیربنایش تخریب شد، چیزی که در دست هم بود و هم از بین رفت. اگر در مسائل دیپلماسی ما توجه کنیم، دیپلماسی افغانستان در سطح جهان صدمه کلان دید و چالش های بسیار کلان فراروی زنا و محدودیت هایی را که برای زنا اینا وضع کردن، قید کردنشان در خانه، حذف وزارت زنا و ده ها چالش دیگر در برابر حتی به حریم خصوصی زنان اینا مداخله میکنن که زنان آرایش نکنن، زنان لباس سرخ نپوشن، زنان جراب بوت سفید نپوشن، که این مغایرت کامل با قوانین منشور ملل متحد داره. ایجاد جبهه مقاومت بر علیه از اینا و جنبش ها و حرکت های خودجوش ملت که در مقابل از اینا ایجاد شد، بمباردمان پاکستان توسط امی مزدورایشان طالبا ولایت پنشیر و قتل عام مردم پنشیر که تا امروز هم ادامه داره و صدای از اونا در هر استیج و در هر جا خفه میشه. بله. که این یکی از کارهای بسیار نابخشودنی ایشان است. و همچنان اگر در قسمت تعلیم و تربیت روزها اخبار دست به دست میشه در صفحات اجتماعی که اینا میخواین معلمان یا استادان جدید تربیه کنند، به جای از اینکه از دانشمندان و متخصصین و کادرهای گذشته استفاده کنند در دوائر دولتی، برعکس اینا میخواین به تربیه جدید ملاها ادامه بدن و اطفال هاینده را انتحار و انفجار تربیه بدن که باز هم اونا را تروریست تربیه بکنن. و همچنان شما میبینین که به مقابل هزی کارهایی را که اینجا اینا انجام میدن که انتظار نمیرفت، گفته میشد که طالب چهره جدید داره و تغییر کرده، تامین صلح و ثبات در افغانستان میاره، اشک مادر از چشمش گم میکنه، دیگه شهید نمیشه. درست است که اینا در قسمت صلح توجه کردن یا آب آمدن از اینا که طرف جنگ در مقابل از اینا ضعیف است که جبهه مقاومت است، دولت هم وجود نداره. بله. خانم ولی با پوزش ایجاد شده، ولی ما صلح را نمیتونیم که بر مردم افغانستان یک قفس طلایی، یک زندان بسازیم که اونا صلح را از داخل قفس طلایی تماشا کنند. اگر ما بمیریم قبرستان هم بر ما صلح آرامیست، ولی ما میخواهیم که صلح تامین شود با اشتراک تمام اقشار و اقوام کشور، احترام و حرمت به مناسک دینی و مذهبی مردم شود و اینا بتونن یک حکومت مشارکت انجام بدن و مردم در بستر مناسب حکومت خود بیافن و دولت به طرف تشکر. نقد مردم به جای میدانین که امارت اسلامی به جای انجام دادن کارهای بزرگ مصروف یک سلسله کارهای خرد شده و این کار سبب شده که اعتماد مردم خدشه‌دار شود. دقیقا نقد مردم امروز مردم دیروز نیست، مردم قرن 21 هستند و اینا تحلیل و تجزیه دارن هر کدام از اینا، به خصوص سیاسیون ما که مانند گذشته پیشنهادات بسیار سالم برای دولت گذشته هم داشتن که توجه نکردن، بنا به معامله هایی که داشتن فرار کردن، ولی برای از اینا هم پیشنهادات میکنن دقیقا که اینا مصروف چی کارهایی هستن، ایجاد وحشت، محدودیت ها را ایجاد میکنن به مقابل زنا و در سر مسائل بیرق و مسائل بسیار خرد ریزه اینا مصروف هستند، به جای از اینکه اینا بتونن یک مشارکت کلان بین ملت ایجاد بکنن. حقوق زنا که نیم پیکر جامعه هستند و تمام زنا، اگر گفته میتونیم که اگر تمامشان نی، اکثریت از اینا تحصیل کردهای هستند که ماستر و دکتر امروز بیشترینشان خانما هستند در افغانستان و اینا هر کدامشان در دولت خواستار ازی هستند که جایگاهشان حفظ باشه، که متاسفانه شما میبینین که حذف وزارت زنا در افغانستان یکی از نقایص کار برجسته طالبان هست
که نمیتونه نیم پیکر جامعه را با خود داشته باشه و دستاوردهای هزینه به موفقیت بیانجامه. ما با انتقادات مردم، با صدای مردم امنوا هستم، در کنارشان هستم. ما از طالبا خواهش میکنیم که مسائل خرد و کوچک کنار بگذارن، تلاشی های نیمه شب و دزدی هایی را که شروع کردن در قسمت های شهرهای مختلف و مرکزهای مختلف افغانستان، اینا را کنار بگذارن. اینا با وعده هایی که برای مردم داشتن، تعهدی که برای مردم داشتن، تامین صلح و ثبات، حکومت مشارکت، حقوق زنا، حقوق رسانه ها و در این مسائل بیشتر که مسائل کلان است. تشکر خانم ولی تا دولت تا جهان اینا را به رسمیت بشناسه و مشکلات و فقر امروز که دامنگیر مردم افغانستان شده و مردم اما تقریبا بیشترین مردم دست به فرار زدن و میخواین فرار بکنن، افغانستان را ترک بکنن، اینا مواجه نشن، بگذارن که دانشمندا، متخصصین، روشن فکران، جوانان ما در افغانستان بر افغانستان دستاورد داشته باشن و امگام دولت، امگام مردم خود به شکوفایی و آبادی کشور سمت داشته. ممنونتان. یک وقفه خیلی کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. وقفه بهتره. یو ځل بیا هم ستړي مشئ، د تودو بحثونو خپرونه ده. تاسې هم د شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. مارد صاحب، بیرته به تاسو ته راشو. واقعا د افغانستان اسلامي امارت په تیرو دوو میاشتو کې د خلکو په هغه اصلي دردونو باندې دوی پوه شوي دي، د خلکو زخمونو او دردونو ته دوی مرهم ګرځېدلي. ګورئ رابس، یو څه حقایق به دوی موږ داسې نهڅه کړی چې اوږدی برخوردونه وکړي، یا مثلا ریانه کار وکړي. د دولتداری په چارو کې موږ وویلې چې هغه دولتداری توقع څه کېدله، مثلا هغه خدمات چې باید صحیح وای، په صورت ادارات په اړه صحیح وای، نړیوال اړیکې جوړې شوې وای، طالبان یو څه ورو سره په قراره باندې روان دي. دا یو واقعیت ده. موږ که راسې د نورو مسایلو ته وګورو چې په دې باندې اتهامونه وارد کړو، د بهرنیانو اجنډا په دې باندې تطبیق کړو، د فرانسې او د ایران او د نورو او د تاجکستان د دا بیا ناروا کړه. که موږ دې ته ووایو چې مثلا مقامات و په پنجشیر کې یا په پنجشیر کې قتل عام ده، هغه مسایل هغوی خپله بغاوت کړی و، غیر قانوني وسلې او سلاح او ډیپوګانې درلودلې. آیا موږ غیر قانوني وسلې او سلاح جوړو؟ یا طالبانو ته تورست وایي، آیا هغوی تورستان نه و، خلک نه وزله؟ که ووایي چې مثلا دا ښه خلک و، دغه د کابل ښار کې تقریبا 15 یا 1000 کسان چا وزل؟ د خلکو په سرو باندې میخونه رقص مرده او سینې زن خواره کړه، دا چا کول؟ دا غلا او چور چپاو تاسو نه وینئ؟ کله ته کوب نه کار واخلې، طالب ته کوب کوي، کوم نه ته کوب کړی ده؟ پولیس به ولاړ و، ښځه وکیل راته په څپېړې ووهه. دا تاسو په یونیفورم کې دولت قانون په څپړه ووهه. هر وکیل ځان ته یو باور درلوده، امپراتوري درلودله. غاصبین دلته وه، چور دلته وه، چپاول دلته وه، تجاوز جنسي دلته وه، په یوه موبایل او کس وازه. دا مسایل ته بېرته تاسو یې جوړ کوئ، دا غواړئ؟ بیا دې مسایل ته به سړی وګوري، تبلیغات به ډېر نه کوي. تورس خبره دوی ته طالب ته کوي، دغه پخواني ډلې ته پورې تورستان نه و، تاسې خپل ملت ټول چیغه نه ولې؟ تر کونه پورې همدغه امنیت نارې ولې که ما امنیت میخوایم، نان میخوریم، امنیت میخوایم. نن بیا ناست بیا اضافي خبرې کوي، خو نم ناموس خوندي و، نم مال خوندي و، نه بلون بلون روپۍ راغلې، ټول همدې چور کړلې. دې ته خو باید سړی وګوري، همدغه مثلا د مقامات ډلې څه کړي افغانستان ته، کوم خدمت یې کړی و؟ د شهید په ورځ بره وتله، وایي فایده به کول، غریب بچان به وزل، لنډغري یې په کابل ښار کوله، مسله ګرځه، تاسو حق حقوق د ناقص ده. لارو د وزارت ته د ښځو وزارت لپاره، د ښځو وزارت چا جوړ کړی و؟ دا توهین و ښځو ته. ولې ښځې حق نه لري په نورو وزارتونو کې؟ په عام وزارتونو کې ولې ښځې له بشر نه جوړوئ تاسې؟ له بشر نه فرق جوړوئ؟ اختصاصي زن باید یک وزارت داشته باشه او تمه دیگه حقوق حساب شو؟ دا غلطه خبر ده. ښځه یو بشر ده، په ټولو وزارتونو کې حق لري. ولې اختصاصي وزارت جوړوئ؟ ولې له بشر نه او له نورو انسانانو ترتیب کوئ؟ دا خو توهین و، دا خو بهترین کار وسه. ښځه د پاره وزارت کې هر څه ته حق لري، لکه بشر و، د قانون لري، حقوق لري، شریعت کې حقوق لري. اپن راولو د مثلا د لباس ښځو و آرایش د ښځو لپاره هره مسلمانه ښځه حجاب راکوي. دا یو اسلامي هېواد دی که موږ هم پرېږدو نور هم پرېږدي. پروردګار په صورت نور کې حجاب نرو ښځو ته فرض کړی ده، هماغه څه چې ویلسوي دغه باید تطبیق کړي. د هغه نه اضافه که کوي، خو د اسانته مسلمان نه وایي. د آرایش مسله معلومه ده، مثلا چې څوک باید آرایش وکړي، چا ته باید وکړي، په کوم ځای کې باید وکړي. دا ټول معلومه خبرې دي. دې کې بیا که موږ راځو، بیا نو که داسې عامه خبره کوم، بیا دا غلطه مثلا تاسو اوس همدا د پنجشیر عام خلک همدا اوس خوشحاله ده طالبان نه، خپله د پنجشیریان یې کېنولي په چارواکي. قومندان د امنیت پنجشیری ده، قومندان معاون و
مثلا والي او دغه خپل پښتون دي خلک خوشاله په خواني علاقه نو دي خوشاله دا ته په خواني چونته کدارانو دي استعمال ولا بله مثلا یا مثلا د جن دغه په خواني درو ته په غیر مترتبه کاچا کاچا کاو مثلا زمرو ته لاجور نو نو آیا دا ښه کار وو کوم کار نه سوال دا کوم یاري سفر په افغانستان کې ستا دا ټول کاله کوم کار مثلا یاري افغانستان سره په دې کې جوړ شوی چې بناته کاسته وګوره دا خپل وشکار کو چې برکت کې دی په ټول کاله کې یو باندې بانکونه خپل د وزیران زی خو بهر تر تدایل لپاره یو وزاره یو شفاره جوړ نه کړم یاري فابریکه جوړ نه سوی کار استغا جوړ نه سوی یه د خو باید مګو چې سید د لګ او سلا په کار نه پاره باندې ته دوی څه کوي وو دا د کار ته کوچ ورو روانه ډیپلوماسي مسل سره روانه ده کار هغه نه کوي فرار مسله مسله ټول فرار ده درې څل به کال کې د داوود خان د نو ورسته کودتا یا انقلاب ثور تو کودتا د کومرسان ته لغ نه توزه پر فرار ما غدا داخله تحلیل هم گفت آه چه زمینه مسئله و تلیدی خصوصا داده غدا شرف فساد و وقت کورنی جبرو تو یه صوت نو پات کابل تو تحلیل و کمال پاکستان و تایدان و اروپا تو جه که بله مارد صاحب هم دا خلق اوس لامنیت نخوشحال ده خب امنیت خود دوی دوی د خبرو په اساس دوی ته ډوډۍ نشي ورکولای هم دا اوس داسې کسان شته دي چې دوی تقریبا شپږ اووه میاشتې کېږي دوی معاشونه نه دي اخیستي استادان درې میاشتې کېږي دوی خپل تنخواوې نه دي ترلاسه کړې او که بیا د امنیت په مسله کې ننګرهار ولایت ته راشو په دې وروستیو کې تاسو ته دغه ولایت دغه وضعیت ګورئ که همدغسې دغه بهیر دوام ومومي تاسو بیا راتلونکی څنګه ارزوئ ګورئ دغه اصلي سالم نیوکې یا سالم انتقاد همدغه جنوي سره به دا قایق باید وای ملت په سترګو باندې مینی دا اوس زه غږېږم دا خور بیبي غږې یا نور کسان غږي خلک قضاوت کوي چې څوک څه وایي څوک سره څوک صحیح وایي څوک غلط وایي دغه سالمه نیوکه ده تدابیر باید ونیول سي له نړیوالو بانکو سره نړیوالو خیریه موسسو سره باید کتنې وسي وستا مثلا خیریه موسسې چې ما ورته نومرې واخیستله په دنیا کې دوی ته نور نور هیوادونه ډونیشن کومکو سره کوي دوی برنامه لري پروګرام لري تخصیص اخلي دوی پروګرام لري چې چیرته مصرف کړي په کوم هیواد کې مثلا ناورین روان ده بحران ده یا غیر مترکبه او طبي حادثات صحیح دي یا کوم مشکل یا جنگ یا جګړه خوستالي راغلې ده دوی مجبور دي هلته ته ورسې سروې وکړي اوس په سروې کې دا پیسې مصرف کړي کوي که دوی ملامتېږي ځکه دوی د منشور په مطابق له نورو هیوادونو چاریتیانې د دوی هغه ډونیشن اخلي دغه باید مصرف کړي نو موږ باید دغه ځای ورته وښیو زمینه مساعده کړو چې دوی راسي او بیا نو مدیریت کړی سي د سنې چې بیا درېم هېواد ته ورکړي چې درېم هېواد خپل استخباراتي کارونه په مخ کې بوزي خپل مصارف په کې واخلي بالغه بیا مدي یا خپل یا بعضې موسسې چې د نړیوالې دوی هم خپل استخباراتي کارونه کوي دوی هم خپلې پالیسي او اجنډا لري دغو مسایلو ته په کتو سره او بیا نو قراردادونه باید وکړي مثلا کوی څه موږ له ګاونډي هېوادو سره قرارداد وکړو له ایران سره له چین سره له ترکمنستان ازبکستان پاکستان دغه نزیه ودونه سمون سره پیسې دغه لپاره باید کار وسی دغه لپاره مالت صاحب مننه میرمن ولی ته به هم راشو خانم ولی از دستاورت های امارت اسلامی در قسمت تامین امنیت مردم واقعا شما قناعت دارین این مسئله برتان قناعت بخش است تامین امنیت مردم قسمی که من بیشتر اشاره کردم و کوتاه هم اشاره میکنم به صحبت مهمانتان مهمان شما که کوتاه اینا گفتن که طالب اینی دستاورد اینی کارها را بکند چطور میتونه طالب کارها را به جای برسانه در صورتی که یک حکومت مشارکت یک نظامی که همه مردم در او خود بیافه و بستر مناسب برای همه باشه این در افغانستان هیلان نکنه و تحت رهبری از او تمام مردم خود نیافن و کار مشترک نکنن و مسائلی را که اینا پیشنهاد کردن بله یک تصویر بسیار خوب است و تئوری و دانشتن بسیار حرفای دلچسب و جالب است ولی ما شما 40 سال تجربه جنگ داریم که امروز مادر ما در بنشیر، در پروان، در بدخشان، در کنر، در ننگرهار، در تمام ولایات افغانستان اشک ریختن و شهید دادن. مقصر اساسی هزینا کی بود که دیروز امینا را شما هم میگفتین ترورست، جهان هم میگفتن ترورست، همه میگفتن و قتلای زنجیری را که در شهر کابل در تمام ولایات انجام دادن و اردوی ملی را که اینا تعداد بیشتر که روزانه ما 100 نفر یا بیشتر از او کشتار داشتیم، اینا قتل وحشت کردن. آیا اینا چی تعریف دارن از تروریست؟ و حالا که اینا سر قدرت آمدن با تغییر ایدئولوژی خود
با که وعده داده شده بود از مردم افغانستان دفاع میکنن، مردم هم که از جنگ خسته شدن و در کنار هزینا خواسته یا نخواسته مجبور یا میخواین در کنار هزینا میباشن، به خاطر هزی که میگن امکان داره که صلح و ثبات بیاره. ولی ما صلح را میخواهیم که در او حقوق زن باشه، در او حفظ حقوق رسانه های آزاد باشه که بتانه اخبارشان نشر بکنه، نشرات رسانه هایی های خبرنگارای ما را شکنجه نکنن، خبرنگارای ما را زندانی نکنن، زنای ما را در مقابل تظاهراتشان استاد نشن. و اگر وقت به حریم شخصی یکی تجاوز میشه، وقت بر کس گفته میشه که تو پیران سرخ بپوش یا سفید، این مسئله شخصی زن است. زنای افغانستان امروز خودشان میتونن تصمیم بگیرن، حتی اینا آرزو دارن، داشتن، مبارزه هم میکنن در بخش سیاسی، در بخش فرهنگی، در بخش اجتماعی بسیار پررنگ و در مشارکت نقش ارزنده داشته باشند، که یگانه کار طالب از گذشته تلخ حکومت امارات که زنان با خود دارند و امروز اولین کار از اینا استاده شدن در مقابل ارزش های زنان که واقعا اینا دستاورد دارند، استعداد دارند، تحصیلات دارند، یکی از نقایص کارشان است. از دستاوردشان دستاوردشان در قسمت تامین امنیت راضی هستین؟ تامین امنیت را که پیشتر من گفتم، مردم افغانستان اگر تامین امنیت با فقر، با بیچارگی، با تهدید و خشونت، با تفنگ و ملا ادارات ملاهی، اینا را اگر اینا یک زندان است که از زندان طلایی اینا بیرون از تنها نگاه میکنن و اینا صلاحیت حتی اولاد خود، حتی زن خود، حتی ادای مناسک دینی خود ندارن. ما میخواهیم در افغانستان یک نظام حاکمیت پیدا بکنه که مناسک دینی مردم حرمت شود، به زنان و به حقوق زنان و حقوق رسانه ها و تمام اقشار کشور که در اوج زندگی میکنن احترام و حرمت قائل شوند. و مسئله پنجشیر اینا اشاره کردن، مسئله پنجشیر که امروز اشک چشم تمام جهان ریختان و مردم افغانستان، تمام اقوام و قبایل در این عرصه اشک ریختن، قتل عام، تیارات امریکایی که بیسرنشین بود و ببخشید پاکستانی که به خاک افغانستان حمله کرد، تجاوز غیر منکر پاکستان نشان میده که مستقیم به خاک افغانستان حمله میکنه، ولی متاسفانه تعداد باز هم عینکای سیاه تعصب در چشمای خود دارن، هنوز هم از این جنایات اینا حمایت میکنن و این ادامه جنگ است نسل. مارد صاحب تاسته براشو لند ستاسو نظر برا واخلو ده میرمن ولی ده خبرو پتڑا و او ده تر سنگ سنگا کولشی ده افغانستان اسلامی امارت ده خلق و جرونه وگتی زکر دغا تجربه منگا تاسو پتیر که هم لرو چه دولت لولست نواتان واخستو کمیستون زیرا منست شوی کفیلا نم دغا تاریخ یو زلبیات تکرار شی منگ بسوم را لستون جو سر مخامخ شو. مننه یو به دمنګه دا ملما خور خو د ښځو په حقوق باندې ډېر ټینګار کوي، د ګنا نه ده ځکه دا د ښځو د دفاع فعال نو دا ګچ دمنګه برنامه ټول همداره ده. په دې وخت منګ منګ توضیحات ورکړه، منګ دفاع کوو د هر تابه د افغانستان ده، خصوصا دا د ښځو د حقوق ده، دا دفاع د حق خلکو تور هغه ده. داسې بیا راځي به یو مسلې ته خاص توجه کوو، یا مثلا طلاق پنجشیر میس او نور افغانستان، فکر کوو چې نور افغانستان نور قومونه پردي دي. بیا دا غلطه خبر ده، پاکستان د لس کاله شل کاله په افغانستان په کونړ باندې بمبار کړی، یو پنجشیری غږ پورته کړ. په هلمند کې مثلا قتل عام و ښځې مړې کېدلې، د ښځو هډوکي باد شول، کومې ښځې راجېږې سولې ځکه اوس پیسې فرانسه ورکې راجېږي. په هغه وخت کې په کندوز کې ښځې په بامیان کې ښځې بمبار شولې، آیا دا توریستي عمل نه و؟ دا که دولت کول که امریکا کول، دې ته سترګې پټې کړو مونږ. په کابل کې ښځې ماشومان بچان له منځه لاړل، ښځې باندې په نوم د قرآن سوځول، دا یې کړه د فرخوندې په نوم، د څوک عام مزار کې مړه نه کړل کسانو، دا حقوق بشر نه و، د ښځو حقوق نه و، اته مظاهرې ورنهکه پورته کېدل. په نور دا شل کاله په ولایتونو، خصوصا جنوب، جنوب غرب او جنوب شرق، شدید جنګ روان و، مکتبونه اور اخیستل، پلونه سوځېدل. چا هغه کاوه مثلا څه چې دلته څه خبر یو ولایت یو ولسوالۍ ته چې مثلا څو ولایت شوی ده، څه ورسې نږدې یو ورې بچې ته شروع شي، سیاله حقوقو بشر هم پایمال شه، دا به قطعام شه، فلانه چې خپله پنجشیر وایي چې دلته قطعام شه نه ده کوي.
نغلاسه من تشوف صح که دولت به ترمال ده غورنا پیدا کی که تفتیش طول مهمات و سالا دیلستان نوات لونا و شان ها تفتیش کامری ده نسا باقت تیگ پتیگ نه نسا باقت تو تو بده نسا کامری موجودی دی اصلاد موجودی تکنالوژی موجودی هر اکوان اکاسی موجودی ده هر اخو بسی نسی که اولای ده دایش مسئله تو دی باید تیگ مسئله ده تازکستان ده دی باید تو دور تازکستان ری جمهور وی پا وانستان که قومی انگوار بپان کنن نلده نیوز تخفل مملکت چنوی تاجکستان اته 50% روسان او ترکمنان ځوان کوي اته تاتاران ځوان کوي اته قزاقان ځوان کوي اته عرب ځوان کوي یو یو کوچه کوي مثلا په ایران کې راسي په دې وروز په مثلا مشارکت نه سره ونسان ته بلوچان اته د کوک ورکې ته سوري مزاب ته کوک ورکې کوردان اته کم ترکمنان کم پر تبار اته آذربایجان اته ستا بچکان اته ستا ته بودو کوک ورکې مشارکت مانا د عربستان کې ګور اسلامي هواده یو کورنۍ پاتشاهي کوي په پنجاب کې مثلا ترا پنجابیان واک لري اختیاري نه سندایف نه پښتون نه بلوچ مشارکت معنا دا ده چې یو ټول اتباع ته د عدالت پر وړاندې حقوق ورکړي مسالیانه خدمات ورسوي په تر څو چې مثلا د انګلستان کې زړه ته پروت ما د ته یو ګوند نه کې نه په لاس کې سوېتي ټول حکومت دی په لاس کې هم صلاحیت لري هم مسؤلیت لري مسؤلیت متوجه ده دا خدای رقم نه د څه مسلې او کس کنه او چې ازاره ده او بلکې فساد کې کغلا کې محقق سره مشکل نشته مسل مشارکت کولې یا یو پښتون کنه او صبر او حضرت علي ده کفلانه ده کغلا کې کچور کې خیر ده مسل مشارکت په نوم ده او شی جوړ ده څه خو نه کې تخ مسکی کسان ده ولا دي اهل کسان ده ولا حکم د پروردګار خدای په حکم ده ان الله یامرکم ان تعادوا امانات الی اهلها امانات اهل ته ورکړه تایید سیتی پر راسته کابینه کې ملایان ناس دي ځکه دا یو سیاسي پوست ده مدیریت په کار ده او په اوسني بحراني حالات کې بل څوک دا زمینه دغه شرایط کنټرولولی نشي اما له دې نه کته که هر څوک غیر مسلکي کس کوي ټول به انتقاد وکړي بله زما د پښتنې نیم جز پاتې ده جواب هغه هم تاسو په لنډو ټکو کې راته وایئ چې څنګه دوی کولی شي د خلکو زړونه وګټي او تر څنګ یې را به شو د اسلامي عمارت سرپرست کابینې او نوې ټاکنو ته دغه کابینه تاسو څنګه ارزوئ؟ ګوره د کابینې پاکله ما وخت یو بس وکړه دا یو سیاسي پوست او دوی خپله وایي دا فعلاً د سرپرست په بحراني حالت کې په اوسني حالت کې څه دغسې خبرې موږ له روشنفکرانو نه واورو هلته بیا په ځینو جو کې جنګونه د داعش خبرې هم په ننګرهار او په کابل او پر خیرخانه کوتل د جو کې جنګونه موږ وینو په داسې وخت کې دغه کسان بغیر که بل څوک راسي رهبري کول او کنټرول کول یا څه سوزمن ده یا که له غرب او له بل نه مثلا کسان راولي بیا هغه کسان چې جنګ کې همدا اوس مثلا په همدا اوس هم بعض غرور کې بعض مشکلات شته هغوی ته هم بیا سوال پیدا کېږي نو دا یو سیاسي ده او موقت یعنی سرپرست ده نو د اوسني حال کې دوی کنټرولولی شي را به څوک هر مسلکي ده چې مهینان دي مدیران دي رئیسان دي آمرین دي مامورین دي دې ته باید مشارکت یا مثلا مسلکي کتل مسلک او ژمنتیا ته کتل دغه باید په لاس کې دغه عدالت باید پلی شي نور کومه ستونزه پکې نه وي را به څه د خلکو زړو ته خلک ځان ته خاص حقوق لري یو خبره دا ده چې زموږ لوی مشکل د ټول حکومتو دا و چې دوی له ملت نه رازونه پټول عقایق نه وایي ګونګ حالت یې موږ نه پېږو چې څه خبر و دا اوس معلوم نه ده چې داعش را روان ده جنګ روان ده یو هوریانو مسله د ترکستان شرقي د چین مسله ده د انصار الله او د عبدالله نوري ګوندونه تاجکستان کې راپورته د ازبک تاریخ سره څه مسله ده له چیچنیانو سره کوم مسله مشکل ده د بلوچانو سره د ایران او د پاکستان کوم مشکل پروت ده چې شاید دغه مسله به سړی وګوري ایا دته سوریا او د جنگ را روان ده کنه اوس یو تشکیل جوړیږي او خو به بوته روان یو دغه به مسائل به تشریح کې ملاتړ بله مارد صاحب دلته بیا به بل نیوکه او مسله دا ده چې په خوا وزارت تر رسیدل ولایت تر رسیدل یو امتیاز اوس یو مسولیت دی په دغه شرایطو کې به څومره خلک ډېر ښه کې چې دغه مسولیت د دغه مسولیت بوج واخلي او بیا له هدي ووځي نه دا ته بیا فرق نو د دوه رقم مفکورې دي افغانان یو غله افغانان افغان د غل ده مفسد ده استفاده جوی ده هغه هم دغه فکر لري که هغه هر چې ته په چوکۍ کښېني او که په دولت کې کښېني او که بې دولته یې که هر حالت یې او معامله خپله غله او فساد خپل کوي ځکه مفسد تربیه شوی ده هغه حیات لرې ده یعنې
الله كده بي حيا سوى بس رأيك يا ورا كان بي عشمن كسالم ستا مستقى كساسا بحيوا دردمن مين كسان كي تاس باورا كيس كاغا بچار وفواق كي واق فلاس كي واق دي هم اخا خدمات كي دلتا خوي دلت مواقتو دلت دولتون امتحان سمي كي منگ دلتا مختلف دولتون دلو دلت دو سوکار دی غوریانا پا وقتی دلتا چنبا سب غورینا تر عبک غوری پر دلتا حکومت سوا دلتا پا دی دواران پا خپل لاس پا خپل رادا پا خپل پرسار با دیتا بیا عبدا غسل مبدری سوکار نور نو تا حکومتون سوی خو کار زین وقت بیا پایتخت دلائی و کو پاس خود اگا ووس دا حکومت سوی سوی لفایل نا منگ متاکی دی بلچا پا پای سو نو دا والا سو و چلوکتن کال کل شیر سرخ تیالازت اما چا با کین است پا وقت من بی در ډیر بریده پورې څنګه اوسنی وخت کې موږ سره ګډه مستور دا خپل دغه موږ د بعض مفسدونو مختلفه په دې ګډه ایمان دي موږ په خپل حکومت ولاړ حکومت په هغه وخت کې سنې او تغر او زراعت او جلغوزي او ارڅ تاسو باور کې تر استرالیا پورې تل په ترکیه او شام او دیجته یو خان کارونه د افغانستان په ولادت روان وو نیوی به روان وي په دغه انار او دا مسله د جنوبي اسیا او تر تاتار و تر بلاروسی پوری او خانه من خلق مواد رو تولیدات موجود بودیم که خبر فرقه وقت من توپک بله. توپ خانه و سمکان مارد صاحب مننه بله چون وقت کم ده میرمن ولی تا به هم را شو خانم ولی نظر شما خیلی کوتاه در مورد کابینه سرپرست چیست و در کناری پرسش ما یک موضوع دیگه ای که گرچه مسئولین در امارات اسلامی وعده سپردن که سنوف بخیر سنف ششم به بالا آغاز خواهد طبقه اوناس اجازه رفتن به دفاتر کار کردن به دفاتر دولتی را خواهد داشتن اما تا زمانی که می زمینه مساعد میشه چقدر با باور و اعتماد از اینا در نزد مردم خلل مشکل واقع خواهد شد؟ اول خب ما برای مارد صاحب اقسم میگم که بیاین که ما شما ملی بیاندیشین. ما دیروز هم منتقد دولت بودیم به خاطر تک قومی، به خاطر گسترده کردن دامن تعصبات قومی در افغانستان و بر ما این مهم باشه که قندهار، ننگرهار، دایکندی، جلال آباد و هر جایی از مملکت ما که مردمش نور چشم ماست ما در مورد از اونا بیاندیشیم. اگر ما از پنشیر یاد میکنم پنشیر تاریخ برش سر تعظیم فرود آورد به خاطر که قتل عام شد طفل و پیر و جوان پنشیر توسط پاکستانیا این درد نداشت که اگر توسط هموطن شکار می شد ولی درد ما درد بود که تیارای پاکستانی تجاوز مستقیم کرد و این درد پنشیر تنها نیست درد مردم افغانستان است که اگر ما ملی ما دیروز هم انتقاد خود به مقابل دولت رئیس جمهور اشرف غنی داشتیم که اونا کم توجه کردن کم ارزش دادن و یا اینکه اینا از حقوق زن و وزارت زن یادآور شدن ما میگیم که وزارت زن در وقت ایجاد شد مشکلات داشت ولی زنها نسبتاً یا نمایش بود در سطح دولت و یا هم حقوق خود داشتن تا حدود که لازم بود در جامعه افغانستان زنها از حقوق نسبی دموکراسی برخوردار بودن ما نمیخواهیم که اونمو 20 سال حقوق زن از دست بدیم ما میخواهیم که زنای ما دوباره در مشارکت از تلویزیون گرفته از رسانه ها گرفته تا سطح دولت جایگاه خود داشته باشن و مسئله دیگر که من بر از اینا میگم که اگر اینا تایید میکنن که امی کابینه درست است یک کابینه تک قومی است این میتونه در کشور تطبیق شود یک قوم باشه مثل دیگه کشورهایی که ده قوم و 20 قوم ساکنین اصلی و بومی از اونها باشه در کشوری که چطور شما میتونین در کشوری که چندین قوم ساکنان بومی از اون کشور است یک قوم بر سالهای دراز حاکمیت پیدا کنه و برادر خرد و برادر کلان ایجاد شود که ما دیروز هم انتقاد کردیم امروز هم انتقاد میکنیم فردا هم خاطر انتقاد کردیم ما بیایید که برادرای عزیز هموطنان گرامی به طرف همگرایی، همدیگر پذیری، یک جا شدن، اتفاق، اتحاد و همبستگی ما یک برویم و جغرافیای افغانستان از تعرض، از استعمار پاکستان، از تجاوز پاکستان، از دیگر کشورهای را نجات بدیم و حفظ بکنیم. یک مطلب. مطلبی که شما خیلی کوتاه خانم ولی وقت ما خیلی کم است با موضوع بغاز دروس مکاتب دخترانه و در کنارش نرفتن طبقه اوناس بند کارم اشاره داشته باشین بله طالبا در گفتار و کردارشان تناقض بسیار کلان وجود داره که جهانیان منتظر هستن که اینا عمل بکنن و اونا معتقد شدن که اینا دروغ میگن و اگر اینا راست میگفتن
اینا تجربه حاکمیت گذشته را به مقابل مردم دوباره احیا نمی کردن، استفاده نمی کردن، امروز مردم حتما به این وضعیت قرار نمی گرفت، جهان هم اینا را به رسمیت می شناخت و فقر و بیچارگی مردم دامنگیرش نمی شد که دیروز در حکومت غنی یا جمهوریت نیم بند که نیم توتنان داشتن وام از دسترخوانشان گم شد و همه فقیر و از ترس و وحشت که ایجاد شده شبانان تا صبح می شینند که تلاشی نبیاید و ما را دستگیر نکنه، زندانای پل چرخی پر نشه، چاهایی که دوره همین در دوباره تکرار میشه، گفتن که تاریخ تکرار نمیشه ولی تاریخ تکرار شد، دوره همین چاهایی که در طرف پلگون پل چرخی کنده شده و بچهای جوان مردمایی که خبرنگارا روشن فکرایی که نصف شب گم میشن و اینا هیچ احوالشان نیست، کجا هستن، کلشان کشته میشن و در اوج اطلاعاتی که ما به دست داریم انداخته میشن و مردم از این حالت از ترس و وحشت کشور ترک میکنن. آیا برای ما مردم که ملی میاندیشیم، برای سیاسیون که ملی میاندیشن، آیا این دردآور نیست؟ آیا ما شما میخواییم که مکاتب بر دخترها باز باشه؟ چرا زن باید تا سنف شش تحصیل بکنه؟ به کدام قانون است؟ خانم ولی وعده کردن که زمینه را مساعد میسازن و دختر خانم ها سنف شش به بالا به مکتب هم خواهد رفتن و به کار هم خواهد رفتن. تا زمانی که این زمینه مساعد میشه چقدر اعتمادشان در بین مردم خدشه‌دار میشه؟ اعتبار هزینه از تجربه گذشته که اینا حاکمیت داشتن خدشه‌دار است و او تجربه را دوباره تکرار کرده میرن، بیشتر مورد اعتماد مردم قرار نداره، مردم نفرت دارن، مردم وحشت دارن و ما نمیدانیم که این افغانستان دردمند، این جامعه معلول زخمی ما به کجا میرسد از اینا. و ما خواهش میکنیم از اینا که در تیوری خود، در برنامه های کار خود با مردم یک جا شوند، حکومت مشارکت برزی یک تشکیل جدا. خانم ولی یک مسئله دیگر که من میخواهیم در میجا مطرح کنم و است که امارت اسلامی عمومی اعلان کرده مردم امارت اسلامی را میبخشه، بخشیده تا فعلا؟ شما ببینید که اینا در عفو عمومی که اعلان کردن، آیا امی شما مطمئن هستین؟ خبرنگار هم هستین، در تلویزیون هم همیشه نشر میشه، آیا امینا که عفو عمومی اعلان کردن سربازا، افسرا که اردوی ملی را اینا دستگیر نکردن، نیمه شب خانای از اینا را تلاشی نکردن، زنایی که از طرف هندراب و بدخشان اینا را به نکای پاکستانی ها ندادن، ملیشای پاکستانی اینا را نبردن، آخر اینا هم ناموس ما و شما هستن، با کدام حرف از اینا شما اعتبار بکنین؟ و تجربه تلخ و تاریک و سیای دیروز هم ما با از اینا با خود داریم. ما بر از اینا یک قسم میگیم که به رهبریشان و از همه که مهمتر چندستگی در بین رهبری از اینا وجود داره، اینا یک قمندان ندارن، دستور اصلا عملی نمیشه، همی از اینا دستور میدن، همیشان اجرا میکنن. پیشتر براتون گفتم که قوه اجرایه با ظلم شتم و شلاق و تفنگ به گردای مردم بله. حکمیت میکنن. خانم ولی تشکر، فرصت خیلی کم است. مارد صاحب بحث بله تا سر را طول کو که در اسلامی امارت حکومت پر رسمیت و نپیجندل شی زیانونه بسی او من بله کم وضعیت سر مخامخ کیگو؟ بلکل باید دا کوشش وسی امارات خواهر، باید کوشش وسی که دیپلوماتیک دستگاه باید فعال سی، نړیوال سره د سیمې وادو سره ګاونډیانو سره باید په دې اړه خبرې وسی که خدای مکړه افغانستان منځوي حالت ته ځي، فشار راځي په ملت باندې، موږ د تولید او پرمختګ نه وروسته پاتې کیږو. نو راوسو دا بعضې مسایل ته تبلیغات مخه باید ونیول سي، لکه بعضې د بنیاد بې اسناده خبرې کول، مثلا دا کنۍ د مثلا خپل ځان باندې د بهرنیانو په بشار باندې تهمت کول، بل ناموس په پاکستاني باندې خرڅول او سره د موجود نه وي. که چېرې تاسو لیدلي خبره راوړې، نشرات راوړې، میډیا ته وښیه چې خلک وګوري چې رښتیا هم ورته وکړي. که چېرې په پولیګون کې څوک وژل شوی، خو خبره باید موجوده وي. که موجوده نه وي نو ته څه خبر است؟ خلک څه خبر است؟ دا خو تومتونه دي، همدغه د یو ډله خاصه جوړه شوې ده، صرف د بدنامۍ دپاره دا خلکونه شروع کړي دي، پیسې هم ورته فرانسې نه ورکول کېږي. حتی په اروپا او په دې کې مظاهرې او لارونه کول بار نه حق باندې کیسه یو اوس ول نه کوي، کله چې د مقامات ډله ختمه شوه چپ چپ یا ولې مخکې نه کوي، د پخواني وخت کې ول نه کوي، په کونړ کې څراکتون لګېد ول نه کوي، په نور وخت کې دا مسایل تبلیغات هم باید مخه ونیول سي. طالب تاج د پوښتنې مطابق باندې باید طالبان خپل اطارات، خپل ډیپلوماسي د نړیوالو سره اړیکې باید زر تر زره فعال،
ډیره زیاته مننه کور ودان ډیره زیاته مننه په خنۍ ډیپلوماټ او سیاسي شنونکو ښاغلی عزیز مارج له لندن نه او د ښځو د حقوقو فعال میرمن زرغونه ولی له جرمني نه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. کور ودان تشکر استاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم تر دې دمه له موږ سره باید دا تاوده بحثونه هم دومره و تر بیا ښه وخت خدای پامان. لا لدلمو مننه.